سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اومدم قیتریه بولوار اندرزگو که درختاش به خاطر نمای ساختموناش بریده شدن و قرار بافت قدیمی و کوچه تنگش، بافت نوساز و ساختمونای لاکچریاش و بعدش کودکان کار و زنان بی خانمان رو با هم ببینیم. با من همراه باشید دوستان و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. وقتی اسمی از قیتریه و اندرزگو میاد با خودمون میگیم محلهای لوکس پر از دار و درخت. با آدمهای مرفه نشین که تو منطقه یک تهران یعنی شمال تهران ساکن هستن و کلی خدمات رفاهی دارن، از جمله مغازه‌های لوکس و لاکچری و کافه‌های شیک. و همینطور نمایشگاه ماشین‌های منحصر به فرد. اما تو همین قیتریه کوچه‌هایی هستن که به سختی میشه توشون دو نفر رد بشه. خونه‌های قدیمی و حتی کاهگلی که تو کوچه‌های باریک و شیبدار وجود داره و عبور و مرور از تو این کوچه‌ها خیلی هم راحت نیستش. زنان بی خانمانی که سر چهارراه قیتری هستن و کودکان کاری که توی بولوار اندرزگو مشغول کار و منتظر مهربونی از طرف بعضی از مردم و یا دلخوش کردن به بازی دم زور توی پارک و بعدش کارشون که جمع کردن زباله های مردمیه که توی رستوران های خیابونی مشغول خوردن نهار هستن. یادش بخیر، من یادم اون قدیما یعنی 35 سال پیش نمای خونمون این مدلی بودش. دوستان شما هم یادتونه نمای خونتون چه شکلی داشت؟ بریم یه دوری بزنیم توی بافت قدیمی قیتریه و بعدش بریم چند متر اونورتر و خیابونای لاکچری. در مقابل اون خونه‌های قدیمی و چند متر اینورتر و تو خود همین قیتریه و اندرزگو خونه‌ها و کوچه‌های پهن و پر از درخت‌های سرسبزه. و افراد مرفه نشین که خدمات رفاهی لاکچری هم دارن که اصلی ترین خیابون این محله همین اندرزگو هستش که تا خیابون لواسانی ادامه داره، بولوار معروفی که بیشتر مورد علاقه جوانای ساکن تهرانه و وجود یه سری خوشمزه‌های معروف از نونخامه‌ای گرفته تا حلیم صدمتی که خیلیاتون ازش خاطره دارین.
بریم یه دوری خیابون اندرزگو و مجتمع سانا سنتر بزنیم دوستان، که روبروی حلیم صدمتی هستش. با وجود این همه مغازه‌های لوکس و نمایشگاه‌های ماشین منحصر به فرد، بودن تعمیرگاه‌هایی که کل پیاده روی این محله رو اشغال کردن و مسیر عابر پیاده رو باریک، اونم تو محله‌ای که یکی از شناسنامه‌های شهر تهران به حساب میاد. بزرگترین و زیباترین پارک تفریحی منطقه قیتریه که دلیل محبوبیتش میتونه درختای پر از سایه و هوای عالی باشه. بریم یه دوری پارک قیتریه و بازارچه ملل و احوالات مردم توی این پارک سرسبز رو بزنیم. Thank you.
و میبینید گربه‌ای که توی پارک قیتریه خیلی هم زیاد هستن. توی خیابون لواسانی کنار ساختمان‌های لوکس و سر به فلک کشیده بودن گذر آشتی کنون که 5 سال درست شده و به اشتباه خیلی ها فکر میکنن قدیمی هستش و طی کردن این گذر 15 ثانیه طول میکشه و در اصل استفاده درست از یه مکان بلا استفاده هستش که به این شکل در آوردن. خب یه دوری توی اندرزگو بزنیم و بریم سمت متروی قیتریه. اینجا متروی قیتریه هستش و این کبوترهایی که به اسم کفترچای
سعی کردم توی این محله هزار رنگ هر جور و هر مدل آدم و ساختمون و بافتی رو به تصویر بکشم و امیدوارم خوشتون اومده باشه. دوستان لطفاً با لایک و سابسکرایب از کانال من حمایت کنید. به امید دیدار.